بسیاری از جامعه مجازی فارسی زبان به موضوع تجاوز به دختر آبادانی پرداختن یه دختر آبادانی توسط مدیرش اغفال میشه و مورد حد حرمت قرار میگیره بعد از اون شکایت میکنه به دادگاه شکایتش اثر نمیکنه برای اینکه بخواد حقش رو بگیره یا افشاگری کنه جلوی خانوادهش به سمت خونه یا اونها میره داد و بیداد میکنه و فکر میکنم ویدیویی که آقای داریوش معمار منتشر کردن توی صفحه اینستاگرام و توی صفحه توییتر خودشون و توی جامعه مجازی هم بسیار تکرار شد و حدس میذارم که اکثر شما اون رو دیده باشید اما یک بار دیگه اون رو بخشی از اون رو پخش میکنیم حداقل تا اونجایی که دیگه همه جامعه اون رو دیدن و پخش کردنش خب هیچ رو از دست داده براتون پخشش میکنیم و بعدا در موردش صحبت میکنیم نمیخوایم فقط موضوع سیاسی کنیم یا موضوع کلا حتی اجتماعی هم نمیم برازیم بشه مدار عقیدتی به ماجرا نگاه میکنیم در این برنامه این رو ببینید خواهش میکنم از صفحه داریوش معمار هست ایشون روزنامه نگار هستند که تقریبا 20 سال توی این حوزه دارن فعالیت میکنن 20 سال دارن فعالیت میکنن برای انتشار فساد به خصوص فسادهایی که توی خطه خوزستان داره اتفاق میافته فکر میکنم عکس های این قضیه رو همتون دیده باشید این تجاوز یا این دست رازی و حدکه حرمتی که به این دختر میشه این ماجرا از این قراره آقای فرماندار آبادان دیروز گفتن که فقط دختر بازداشت شده این دختر کتک میخورد جلوی چشم همگان از دست دو نفر دو تا خانم دیگه که گویا همسر یا دختر مدیر فضای سبز پالشگاه آبادان بودن و همینطور که میبینید خونین و مالین روی زمین افتاده و در از دست اینا کتک میخوره اولین بار همین آقای داریوش معمار بود که این رو اومدن برملا کردم و توی صفحه خودشون هم این رو نوشتن که این دختر توسط یک مدیر در آبادان بهش تجاوز شده باردار شده وقتی رفته منزل اون شخص و اعتراض کرده صداش رو بلند کرده خانواده اون فرد با کمک کارمندان حراست پالایشگاه آبادان این برا رو سر دختر آوردن وجدانهای خاموش و جامعه ای که به جای متجاوز قربانی رو تنبیه میکنه حالا ما دیگه کاری نداریم سر این قضیه چون خیلی وارد بحث سیاسیش نمیشیم که بعد از این از دختر اعتراف اجباری گرفتن این دختر گفت مشکل روانی داره مثل بقیه کسانی که مخالف این آقایون هستن گفتن که این روانی بودن من سبب شده که من متخصص مغز و اعصاب میرفتم و دارو مصرف میکردم خلاصه اون روز عصبانی بودم و کنترل روانی خودم نداشتم رفتم سراغ خونه اینها و این اتفاقات افتاده بگذریم از اینکه اصلا متخصص مغز و اعصاب به موارد روانی کاری نداره متخصص مغز و اعصاب به قدرتی که توی سر اتفاق میفته و مسائل فیزیکی که در مغز اتفاق میفته و جراحی ها و این مسائل مرتبط هست نه به مسائل روانی که روان پزشک باید تحت درمان قرار این یعنی بازو خبرنگار همینقدر قدر رو هم نمیفهمید موضوعمون این نیست اما مسئله اینجا چیه مسئله اینجایی که این دختر اغفال شده توسط مدیر خودش صداهاش هم توی شبکه‌های مجازی منتشر شده یه وقت چون رکی که حرفاش نتونستیم توی برنامه پخشش کنیم اما خلاصش اینه که این دختر بالاخره توسط مدیرش اغفال شده یعنی چی حالا مدیر یا فریبش داده یا پیشنهادی بهش داده که به هر صورتی تونسته این دختر رو اغفال کنه و این دختر از این آقا مورد حد حرمت قرار بگیره حالا توی چیزی که هم ایشون هم بعضی دیگر از خبرنگارا توی صفحهاشون نوشته بودن که تماس گرفته بودن با نزدیکان این دختر رو باشون مصاحبه کرده بودن کسانی که میشه اطمینان بیشتری از خبر کزاری های جمهوری اسلامی بهشون کرد اینکه این دختر اغفال شده و حامله شده از این آقا حالا میگم این گفتن این مسئله هم فقط رفرنسش میدیم به خبرنگارها و روزنامه نگارهایی که تا الان دروغ نگفتن و از طرف دیگه با خانواده نزدیک این دختر صحبت کردن حالا بیایم سر این قضیه اقفال شدن یه دختر توسط یه آقا اقفال میشه و از یه آقای باردار میشه توی جامعه حالا این یه نمونه شما دیدیم یک دختر یه آقای میاد باش صحبت میکنه پیشنهاداتی بهش میده پیشنهادات میتونه مالی باشه پیشنهادات میتونه کاری باشه پیشنهادات میتونه حتی ازدواج دائم در آینده باشه و این دختر به هر شکلی اغفال میشه فریب میخوره گول میخوره و اتفاقی که میفته اینه که از یک آقایی باردار میشه